guide. Trop assez. چیکار میکنی؟ با فکرم تو بالا ایلو چیزی شو من حمله میکنم این خیلی میشود فهمیدی مگر سلاحت رو پرتو ای کنیست احمق تو سلاحت رو پرتو نباشد تیرو در پیشونیت میخوری سلاحت رو پرتو نباشد دختر رو میپرونم مایلش بروم شو بروم شو من بین سلاحم رو میپرتویم مایلش ها؟ مایلش انا بین موندو Orom shaw. Aka zuri, bovar kun besyor zuri. Dar vaqtash omadi. Agar nami omadi, hamay moro ba okhirat ravon mekardam. Alal khusus Laylo ro. لیلو خوب هستی؟ ایر رواز نستم ای خدای توبه آخر من چی گفتم که؟ همه به سری من داد میزنم یکی تیست یکی با من گوش کن با تو گپ دارم یکی دلت موز یک لحظه مادامی که اینجا آمدی تو باید من رو گوش کنی تو چی ها میگویی؟ حیاتی تو رو نجا دادم اون رو همچون یک قرض انسانی حساب کن لیکن تو رو گوش کردن نمیخواهم گوش میکنی یگیت گوش نمیکنم اوف باز کنه دکتر خیلی تو خاموش باش ای تو خاموشیست یگیت ایست التماس یگیت ما باید گپ زنیم یگیت ایست گفتم آخر ایست یک لحظه گوش کن اگر مردنی باشی راهش رو خودت انتخاب کن دیگر کس رو مجبور نکن که پسرت سلاح گذارد رفته خودت رو با در یا غرق کن زیر خطا را پرتا چیکاری که خواهی کردن گیر لیکن حق نداره که با من برای مردنت مشورت کنی گمان کردم که مرده‌ای لیکن صد جان بوده‌ای گویا که تو از من فخر داشته باشی گپ دست من نمی‌رود سخن‌های من منطق خود را دارد خدای توبه سخن‌های تو با منطق بوده است و سخن‌های من بی منطق اکنون سخن‌های تو برای من ارزشی ندارند فهمیدی آقای مسعود لیلا را نجات دادیم اکی گیت اومد اما کاش که نمی‌اومد این مراتب قریب که او لیلا را می‌کشت باید یگان کار کنیم یگیت اومد یگان گپ نمی‌شد خیری انشاءالله خوب می شود نگران نباش نه آقای مسعود شما اشتباه میکنید با یک دیگر جنجال کرده استودان من در عمرم کسی را فریب نکردم چه خیلی که بودم همان خیلی باقی موندم مثل تو درویه نیستم و نخواهم بود لیلا ایست یگیت التماس یگیت التماس ایست تو باید ما رو گوش کنی
باتوس من در مزی انبار خانه هستم. یکیت و لیلا در اینجا می باشم. کارو حال کرده بتوانی در اینجا کارو چطور؟ یکیت از او جدا شد. مایلش نباشد آنها رو نظارت کن. ایراجه کرده کارو تو ایست یکیت از ماشین برو از ماشین. التماس میکنم یکیت ایست گوش کن. خدایو ایست تو مجبوری که مرا گوش کنی یکیت. یک طرفیش میگویم با هر کسی که خواهی رفته گپ زدن گیر، لیکن مرا به حالم گذار. یکیت تو مجبوری، تو باید مرا گوش کنی یکیت. ایست التماس یکیت ایستا یک لحظه. یکیت خواهش میکنم مرا گوش کن. گوش کن، تو باید مرا گوش کنی. من هم از این حادثه خرسند نیستم. چند مرتبه خواستم که در حقیقت بمیرم. اگر تو با من این خیلی رفتار کردن رو دوام دهی بهتر است که بمیرم. اگر باید بلایم گذر صدقایی نکن. دور شو از راه هم میگویم. اکیگی تروم شو. یکیت خدایا یکیت التجا میکنم. یک بار مرا گوش کن، این خیلی مهم است. یکیت اکیگیت با کجا میروی؟ زود کلید ماشینت رو به من ده. ماشینم رو نمیدیم. خیری این ماشین امانته، مال دولت است. یگان حادثه رو خودی ها. خیری به کی گفتم؟ خیری نگفتم که نمیدیم. باز ماشین رو میخروشی. گپ رو دراز نکن، حالا غضبناک هستی. کلید ماشینت رو ده گفتم. مایلش غضبناک هستی. زودتر ماسا اکی گیت از اینجا رفت. لیلا باشد از پای او رفت. اکی خیری در اینجا یک آدم یاره دار است. نه خود یاری تجلی جیغ زده. بله جیغ زده مکه. هفت کسی دیگر فوتیده است. خدایا آقای ماسا از پای آنها شما. نه آنها یک مدت همین خل رفتار میکنند. بهتر کاردار نشویم. کنی اول دلشون رو خالی کنند. شما باشید به اینجا بیایید. مایلش آقای مسار، مایلش. خیر، آماده باشید. پلیس اومدن می روید. اطاعت کن. نجیب سردار، طبق خبرهای اطرافجویان، آنها یک مرکز را استفاده می برند. یک شرکت مخصوصی امنیتی. آیا می دانید که صاحب این شرکت کیست؟ کیست؟ خسروی شما سینان. ایران ذره به تعجب نفتادم. تا حال از آنی هوش؟ خودش سرداری میکند یا اینکه دیگران کاری را اجرا میکنند، اینش را آنک نمیدانه. طبق قیدهای رسمی گویا خودش میکند. آقای دوستان، این آدم مثل حیوانی مرده است. اگر کفت خدا میداند که گرد اطراف را بوی چی میگرفته باشد. هیچ گپ نیست. اگر کفت هم آخران مراتب کفیده بوی میدید، پس خوش کده میرود. شما کار را مستحکم دارید. خوب شده است آقای دوستان. ها، من از محکمه اجازه گرفتم. باقی کار در دست شماست. اگر یکان حادثه شود زن زنید. مایلش، الله مددگارتان باشد. تشکر آقای دوستان. نیازی، همه تیارن؟ تیار هستم سردارم. کدام وقتی که خواهید میبروید؟ بسیار خوب. کنی، زودتر از پای کار شوید. رفیقان میبرویم. الو، اکی لوین منم جوی. خودم های ما به طرف شما میآیند. آگاه باشید. مایلش، یکم رحمت. اگر یکان خبر دیگر هم شد، تو به ما خبر بده. بچه ها پلیس ها در راه می باشند، به طرف ما می آیند. برای چی می آیند اکا؟ صحبت کنی می آیند. احمق، باز برای چی می آیند؟ عملیات می کنند. همه را جمع کن. همه چیز را پیش از آمدن آنها نابود کنید. بچه ها شنیدید، پلیس می آیند. تمام حجت ها را، دیسک ها را، چیزی که باشد همه را جمع کردن بیارید. بله برانی بزرگ، آدمی در درون بوده همان به ما خبر داد. پلیس ها اینجا می آیند. لوینت، وقتی که پلیس به آنجا می آید باید یگان چیز را نیابد. مرا فهمیدی؟ خب فهمیدم جناب، نگران نباشید. زودتر باشید. نزدیک شدن می آیند. زودتر. همه چیز را نیست کنید. زودتر باشید. با من دهید اینها را.
آخر چرا من باید تو را گوش کنم؟ آخر باز کدام دروغی تو را گوش کنم؟ ها؟ کدام دروغی تو را؟ دور شو از نظرم. آیا تو نبودی که حیاتی مرا سوزاندی؟ ها؟ برایم خندیده از پسم سنگ بزدی. همین دور نبود؟ آیا همین دور نبود؟ باز چی میخوای از من؟ شرم نداشته باز مرا پیگیری میکند. مکار را تو چی؟ عجلت را میکابی؟ عجلش رسیده است. عجلش با تو میگویم نیست. نیست دیگید. یعنی گریختم میخواهی؟ با یک اونجای نمیگریزی؟ مجبوری که مرا گوش کنی؟ پلیس ها اومدن. آرام باشید. هرگز نترسید. دیسک اساسی رو کجا کردید؟ در یک مکانی مخفی پنهان کردید. در حیاتشون نمییابند. شد. بسیار خوب. مجادله بر ضد ترور. در دستمون اجازه کوفتکو موجود است. اینجا رو میکنیم. تمام کارگرها رو جمع کنید. خوش آمدید سردارم. بخیر هست. یکم خطایی کردیم. چی شد؟ گپ زنید تا ما هم بدانیم. اول یک کوفتکو کنیم. پس همه یک جا میفهمیم. در اینجا چی میسوزن؟ ای چیز خونو خوردیم. با رفیقان گرم میشویم. از ماشین یک جیازی خاموش کنک بیارید. اطاعت سردارم. که ببینیم رفیقان با چی گرم میشوده باشن. آتش رو خاموش کنیم. این چیز ببید آخر مادمه که خنک میخورید شما رو باید مکانی گرم میبریم. این حجت ها شما رو 20-30 سال گرم میکنه. نگران نباشید. زودتر همه بدرون. همه جای ها رو وجب و وجب کابید. اتاعت سردارم. اگر اون جای رو بین از آرد نکساره. پر میرویم. همه جا رو کابید. زودتر زودتر. سردارم اینو از کجا فهمیده که ما به اینجا میاییم؟ نیازه دست اینها دراز میباشند. مسئله حجره های دنیز را فراموش نکن. یکی از نزدیکان من پرنده های مینیک میباشند. آنها خبر رسانید. فردا یا روزی دیگر بوی آنها هم میبراید. سردارم بگمانم که آنها همه چیز را با آتش زدند. به هر حال کتکو میکنیم. حتما در یکانجا یکان چیز موجود است. در این قدر وقت کوتاه همه چیز را نابود کرده نمیتوانستند. چند کمپیوتری که هست همه شو گیرید. فهمیدید؟ خوب شده سردارم. کتاب ها را همینید. کتاب ها را. ایست یکی داخل ایست. دور شو از نظرم میگویم. دور شو. ایست یکی دلتماس. این دیوانه رو بین. خیر؟ انا ایست آدم. کوگب زن چی میخوایی؟ تو از من چی میخوایی؟ چرا از خفای من میگردی دیوانه؟ با تو گپ زیاد دارم. مگر من حق ندارم که با تو گپ زنم؟ چی اگر من رو گوش کنی یکان جوت کم میشود؟ بله کم نمیشود. برای همین هم تو را شنیدن نمیخواهم. آیا تو فکر میکنی که من مردن نخواستم؟ هر روز مردن میخواستم. چرا مثل خرطه ویرانه تو دیوار یک گبرو تکر میکنی؟ تو مگر سرودی دیگر نمیدانی؟ یکی دیست. دیر دستت را. تنها دو دقیقه. بچه ها یکان چیز یافت نشد؟ نه سردارم. کفت کب داره. بسیار خوب. زودتر کفت کب را ادامه دید. ادامه دید کفت کب را. سردارم متاسفانه در اینجا یکان چیز نیست. نیاز این خودشی که پس متاسفانه. اگر انسان ها گناهگار برایند آیا ما خورسه میشویم؟ خدایا تو یکان چیزی که نیست نیست. کاش که یکانه خطا در این کارها ما میشودیم. عذر میخوام سردارم. یعنی وقتی که آمدیم زیغ نشوید گفته تسلی دادم. مایلش مایلش. همه جای رو دیدید؟ دیدیم سردارم. آرید اینجا بیا. رفیقان کامپیوترها رو گرفته ایستادم. آنها رو با امنیت میبریم سردارم. بین بم رو دیدید؟ دیدیم سردارم. حجت خانه ها را؟ درونی آنها را؟ دیدیم. همش رو دیدیم. سردارم چیزی پیدا نکردیم. باز تفتیش کنیم. بچه ها جستجو دارن. یازی
این آدم ها حجت های نسوزندگی را با آتر سدن. پس حجت های نسوزنده رو چیکار کردن؟ نمیدونم سردارم. در روزی روشن به کارخانه ما حمله کردید، دولت را به یغماگران تبدیل دادید، مکتوب به دادستان می نویسید و در حال فرمان کفتکار رو می گیرید، ناموس ما برای انسان های پاک را دو تینی پوچک می کنید. این چی حیات است؟ حتما روز شما را هم زیر سوال قرار خواهند داد. خاموش، افسانه نقل نکن. نیازی، اگر کارهای من تمام شده باشد با بچه ها گپ زن جمع گیر کنند. خوب شد سردارم، بچه ها زودتر جمع گیر کنید، می رویم. عذر می خواهیم. اکنون از این پس شما با ادوکات شرکت تمام گفتگو می کنید برادر. گپ می زنیم، بس چی؟ ما طبق قانون رفتار کردیم. نیازی رفتیم. زیر فرش ها را هم دیدید نیازی؟ بچه ها دیدید؟ دیدم سردارم. بچه ها همه جور خوب تر کفتگاه بودید. زودتر. برادر، شما چه اینقدر کنجکاوی میکنید؟ ما وظیفه خودمان رو با پرایده اجرا میکنیم برادر. یزدین پایا و یک اسبو بیارید، کن این چراغ را هم یک ببینیم. خوب شد سردارم. بچه ها شنیدید؟ سببش را فهمیدن نمیخوایی؟ چرا باید فهمم؟ چرا من این کار را کردم؟ اصلی تو همین است لیلا، مقتضای طبیعت همین است. درخت مکر تو صد ریشه دارد. این خیلی نیست. من در حقیقت رو دوست میدارم. دروغ، همهش دروغ است. تو به من خیانت کردی، به عشق من خیانت کردی. من تو را دوست داشته بودم، به تو باور کرده بودم، میخواستم عائله خود را بنیاد کنم. اگر خیانت نمی کردی همسرم میشدی، همسرم میشدی، به فاتح مادری میکردی. نه تنها من بلکه فاتح هم تو را دوست داشته بود. اما تو مکاره نابکار برآمدی. در اول نوبکار بودم، در آخر من اول و آخری تو را دانستن نمیخوام. بلی تو را فریب دادم، اما همه برای بخشش پرسیدن حق دارند. مگر تو در حیاتت خطا نکرده ای؟ کرده ای؟ بخشش بخشش پرسیدی؟ من هم از تو بخشش میپرسم. لیکن من نمیبخشم، نمیبخشم، فهمیدی؟ نمیبخشم. همون وقتی که خودت را برای من زیر خطر گذاشتی همش رو فهمیدم. چقدر من رو دوست داشتنت رو فهمیدم. همون وقت چشمم کشوده شد. هیچ کس من رو مثل تو دوست نداشته بود. یکیت میفهمی؟ این رو دیر فهمیدم. خیلی پشیمانم. تو پشیمانی؟ من از عشق بی جواب پشیمان شدم. هر یک نفسم برای من زهر شد. هر یک نفسی من تو بودی. پس از این حادثه به تو نفرت پیدا کردم. انا همون وقت به تو عاشق شدم. بس کن، هرگز دیگه به من از دوستداری گپ نزن. فهمیدی؟ هرگز. آخر دوستت میدارم. لیکن من شنیدن نمیخواهم. به هر حال دوستت میدارم. تو درویه هستی لیلا، ریاکارو درویه هستی لیلا. التماس مرا ببخش. آنا کشوده شد. از آن ایمان نیستند که اینها را با اینجا گذاشته است. نمیدانم. بعد از سنجیدن ایزی انگشتانتان معلوم شد که مونده است. آه،
گوش کن، به هر حال چیکاری که شود اول تو جواب بده شد. فهمیدی؟ سردارم اینجا مثل مکان یرا خو می باشد. جنگل آمدم و فکرم که اینجا جای موفق هست. مایلش هر دیش رو بکش. فهمیدم. یکیت با من یک امکانیت بده، با تو اثبات میکنم. من همه ای چیز را دارم، اما رحم ندارم. تا مردنم تو را تو اسمی دارم، فهمیدی؟ تا مردنم من هم تا مردن با تو نفرت خواهم داشت. با ما بیا، بیا. چی شد؟ اینجا سلاح بدست ما را پیگیری میکنم، تو اینجا بمان. رفکت نه که ما اینجا با همیم. تو چی؟ من از خفا او را غفلت گیر میکنم. ما بودو اگر تو رو بیند؟ او ما را با دور بیند، پس درخت ها نظاره دارد، لیکن از آنجا خوب دیده نمیتواند. از این خیل مسافه دور او را پروندن این کنو پذیر است. اجگم نه، تو دقتی او را به خود جلب کن. ای برای ستاف، این همه رو با ماشین بار کنید. دستی آنها رو ببندید. دادتر دارم. اتاد. ما چی کار میکنیم؟ در نزدی داستان جواب میدید. باقی کار رو داستان میدوند. زودتر رو گذید. زودتر. من ادوکت خودم رو میخواهم. تا او نیاد شما ما رو بردن نمیتوانید. خدایا تو. آخر تو در آید قانون ها همه رو میدانیستگی کو؟ وقتی که کافتکام میکردیم ادوکتات رو جیخ میزدی. اگر جیخ میزدیم یک جای شما رو میبردیم. به هر حال جغزنی هم به نزدی داستان می آید. این دولت یکو بنیاد می باشد. شیرکم نگران نباش. زودتر زودتر رو آگر. رفتیم رفتیم. مرحبا، بفرمایید. زودتر برایید. از کجا مرا دیدم؟ سلاحات را پرتو. تو باز از کجا برآمدی؟ یگیت لیلا، میتوانی برای تو مرو چیکار دیدی؟ شیرکان تو بیعقلی، بیعقلی. به طرف آفتاب نظر کن، دوربینت با جلوی خود، من در این جای هم میبینم. آفیکان دورتر استید. التیموس دیگر طرف استید. التیموس کمی دورتر. اوری برو مشکل نکنه، دیگر طرف استید. نزدیک نشوید، نزدیک نشوید. دورتر استید، دورتر استید. التیموس خلل نرسونه. خواهش میکنیم، خواهش میکنیم. دیگر طرف استید. اوری برو مشکل نکنه. کمی دورتر، کمی دورتر. تستر تستر. دیگر طرف استید، دیگر طرف استید. تو رو به اتاق مخصوص عسکران میبریم. کنی گذر. امکانیت داده بودم. از افتش نه همه امکانیت دیوم رو میخواهد. به من گوش کن لیلا، با من سخن بازی نکن. آقای مظهر مرا ظاهر کرده است. بیا اکنون رفتیم. استازنگ زنم آمده جسد این مردار را ببرند.
مینیک از پیکاس یکان خبری هست؟ سلامتیش خوب شده است. سحر با او گپ زدم. کاری زد و خورد شیعه ها و سنیان چی شد؟ آیا میدی یا به ما کمک میکند؟ مثل پیشین وضعیتمون خوب نیست. همه ترسون شدن. میگویند که به ما کردار نشوید یا اینکه به تلفن ها جواب نمیدیم. از وقتی که مسئله موضوعی به نوار گرفتن افشا شده است، یک قسم آنها دیگر به ما باور ندارند. قسم زیادی آنها را شما آدم کرده اید، اما آنها درویه شدند. بیایید روزهای خوبی ماه فوریه را به خاطر بیاریم. با یک تلفن روز دیگرش در صحیفه اولی گزیتا پخش می شود. خیر مایلش. مادامی که آنها می دانند که در دست ما نوارهای آنها هست، ما هم روی راست آنها را آگاه می کنیم. با آنها تکلیف می کنیم که یا در شبکه ها همه را افشا کرده حیات آنها را خوار و ذلیل می کنیم، یا اینکه به ما مدد کردن را دوام می دهند و ما مساعدت می کنیم که در لبی دریا در قصرهای خود زندگی را ادامه دهند و همه خبر بدهید، تا اینکه در بین جوانان ملت چی در آمده اغوای و فتنه را زیاد گردانند، خانه های استقامتی کردها را که قبلا معین کرده بودیم اشاره کنند، مثل فاشیست های آلمانی. هی هی عالی جناب، خانه هایی که اشاره کردیم خانه هایی می باشند که خیش و تبارشان زیاد می باشند، یعنی که خانه را سوزانی هزار کس تیر و کمان گرفته به کوچه می براید. خوش آمدی برات. متاسفانه خوش نآمدم. لوند و آدم های او را دستگیر کردند. تمامی حجت ها و دیسکو را پلیس یافته است. همش را گرفته بردند. برات تو چی میگویی؟ به خاک یکسان میشویم. آنها آیدی من حجت و معلومات های زیادی دارند. تنها اینها نه، روزنامه نگارانه که استفاده بردیم، کتاب هایی نوشته اما شخصانی از کار پیش کرده. من همیشه میگفتم که اینها را نیست کنیم، اما یکان کس مرا گوش نکرد. اگر این معلومات ها در دست دادستان باشد تمام شده. شکن اینجا شین. این ششتمه. سرم رو گران کردی. انا ششتم. بعد چی میشه بعد؟ یک دم خب کن. یکان فکر داری برات؟ نقشه کوریه که اودی قهوه خونه بود همون خیل ادامه میداده اید و پس چرا من از این حادثه بخبر هستم؟ معلوم که شما منو باور نمیکنید. این نقشه را قبلا آماده کرده به ما روان کردن، چنان که میدونی مرکز های در خارجه بوده میخواند که چی قدر از یکدیگر جدا باشیم، همان قدر کارهایمان برار میگیرند، تدبیر میکنند تا اینکه مثل رشته جوراب کشاده نشویم. خب همیشه کلون ها خوبتر میدانند. با مسئله لوند برگردیم. حالا که فرصت داریم کاری زکیه یا را حل کنیم. چه خیر؟ اعتبارش را پس میکنیم. ارزو یک دختر را تشکیل کند با لوند. وقتی که دادسیدان و دختر تنها میماند، مخفی آنها را به نوار گیرند، مثل خواسته خودمون نوار باشد، یعنی نواری که شرم آور باشد. پس میگوید که دادستان مرا تجاوز کرد. به هر حال کاری ما را آسان خواهد کرد. بسیار فکری خوب. اگر علیه دادستان این عملیات را تشکیل کنیم، تمامی کاری که تا امروز کرده است همش را به خاک یکسان میکنیم. من یک ادوکات زن را میدونم که از عهده این کار میبراید. پینار گفتنی یک زن است، کار را حل میکند. اول باید سینان را آگاه کنیم. شرکت امنیتی از آن اوست. پلیس ها هر زمان میتوانند به خانه او روند. میدونی که از این برات گفتنی شخص خوشم نمی آید. باز دیده ای دانسته مرا به این کار تکلیف میکنی آرزو؟ نه، مرا خانه ببر. نمیدانم، یکم کار کن. مرا گوش کن آرزو، در رفتار و گفتارت با دقت باش. تو با من چگونه صحبت کرده استاده سینون؟ من کاتیبه تو نیستم، فهمیدی؟ چه خیلی که لازم است همان ترکب میزنم. میگویی که به خانه میروم، اما ترو در دیگر جاها پیدا میکنم، مثل کوچگرد ها. بی‌تربیه شده سینون. خودت بی‌تربیه. در کدام عصر زندگی داریم؟ چیزی که خواهم همون را میکنم. با من کاردار شده نمیتوانی، فهمیدی؟ انا در نهایت با همدیگر جنگی شدم. تو کاردار نشد بریم. در مدت یک ماه اینها یک دیگرشان را میکشن. ما باشه من زدم مرویم. اوه کنیه تو بیزن بابا. روز دیم رو مگیرو سرگردی؟ چی کار میکنی سینون؟ بس دیگر با تو گفت زدن نمیخوام. دادا خوش آمدی دادا جان.
خوش باشی پسرم. چکل تو؟ با خدا که خوبم دادا. شما رو دیده باز خوبتر شدم. با باید در خانه؟ بله دادا. با اپای اردو جنجال نکردند. کاش که نمی اومده. این مراتبه برای دیگر کار اومده ما پیره. ای بابا چکار میکنه؟ این جهول است؟ یکان گب نیست دخترم. تنها با اپای ارزویت گب میزدیم. لبای منم برات. برات می با هم هر چیز می خواهی. با شرکت امنیتی تو پلیس حمله کرده است. چندی از پرونده ها اقرار شدند. سراغ شرکتی تو را دادند. حجت های مخفی بوده را لوند را هر چیزی که یافتند جمع کرده بردند. راست میگویی؟ البته راست. حالا پلیس ها به خانه تو می آیند. آید کفتکوب کردن خانه ات فرمان گرفتند. چی شد سینون؟ برای چی میگوید؟ تلفن رو با من ده. الو برای چی شد؟ آید کارخانه سینون مشکلی شده است. با او فهموندم. صدای تو را شنیده خوشحال شدم. من هم. با تو یک قرض عذر گفتن دارم. بله داری. کاری کرده اطراف رو مش نکردم. با تو واخوردن میخواهم. البته که اگر قبول کنی. نمیخواهم که مرا همچون شخص قبیح بدانی. برای بخشش پرسیدم یک فرصت میخواهم. من به آسانی نمیبخشم. باز یک فرصت دیگر را داری. یک فرصت. چی کار میکنی سینو؟ در پیش خودم روی شاد. گفتت را گفتی. اکنون گبرو دراز نکن. برات هستی بلا هستی. دو شو. دریا آب و یک سر خاکه از همه داخوره ها و بلی باسای شما جلا می باشد. شیخ در پاکیزگیش گب نیست. گلچین نکت های گلاز. پافی انتخاب زیاد است و تب نازو. پافی انتخاب انیق است و درست. این هنتن رو خاکه همچنین محصولات و ایمایی نیست دارند. زندگیتون مثل من شیرین و گوارا گذارد، پس موادهای شکلاتی و قنادی شرکت ترکی و آزلیم را در تاجیکستان از بازار فراوان با نرخ خیلی ارزان خریداری نمایید. 985-88-99 زنگ زنید. من رفتم. الو الو سلام علیکم، شرکت قنادی آزلیم؟ بله خودی خودش. همون بایتون رو دیدم، رکلامتون رو دیدم. بگم همه خندو در افقت بود ازتن. بله بله، هم با مزه است هم نرخش خیلی ارزان. نه فکر کردم بگم شوخی نکنید. شنیدن که بود مانندی دیدم. سلامت باشید برادر. شنیدن که بود مانندی چشیدم. این رو رفته دیدم در کار. بگمونم که در وقتی آنقدر خوب نامده. در اینجا چه کار میکنی؟ ای آدم اصلا من با پیشی خش و تبار دویوم درجه هم نامدم، بلکه همچون نظارچی آمدم تا که این فرزندانی من زیر امنیت ایمین باشند. تو چی سفسطه میگوی؟ چی خیلی نظارچی؟ نظارچی عملیات. آدم برای فهمان نجیب. برای کافتکاب کردن خانهتان از داستان فرمان آمده است. همه این چیز رو تحت نظارت گرفته رفیقان کافتکاب میکنند. باز از پی کارهای ناشایم میباشی نجیب.
با دادستان شرطنامه بستید، تو روان میکنی او باشد امضا میکند. این چه خیلی مملکت باشد. آه، اکا خوش اومدی. اه، میبینم که یخویتان آب شده است. نه خودگویی نکن خیری. اکا، با خدا که من یکان چیز رو نمیدونم. از کجا میدونستم آخیر قسم میخورم. با خدا که هم همون باور کردیم. تا حال باوری هم نمیوید، تبریک میکنم. خیری، تو با سفسطه هایت همه رو بیزار نکن. شش، اوتیف، آیا تو میدونستی که لیلا ملکه بود؟ سفسطه نگوی خیری، خب کن. تقلید نکن. سخنهای لیلا رو مگو. هر دویتون اینجا مانید. کی هر دویمان؟ منو خیری؟ یا اینکه منو عاطف؟ تو با لیلا. نهایت به خاتمه ای کار رسیده. به خاتمه ای کار نه، به انجام کار آمده. زودتر برای خاتمه انجام پیش دارم. هم انا درد سر هم سر شد. ها دادا، باز برای بابایم چاه کندنید. ارزگوی نکن نوربانو. من که اله یکان شخص نقشه باتش کرده بودم. بس خانه دقت کن نوربانو. یک لحظه نوربانو جون، کنی فرمانی کفت و کوبتون ها؟ نیازی مرحمت خانم ادوکات. در نتیجه کفت و کوبه که در شرکت امنیتی شما کردیم چندین حجت آید گروه تروریستی ارکن کاندو یافت شدند. باز چی؟ باز چی؟ آقای سینان اینقدر آدمی کور بوده ای. این آدم ها تو را رسمن سو استفاده میکنن، تا حال نمیفهمن. آن پول و قوتی که از شرکت هایت دریافت میکنی، با آن پولت را در کارهای ناشایم خودشان استفاده میکنن. علاوه بر این تمام این کارهای ناشایم را به گردن تو بار میکنن. وقتی که کار تا محکمه رود، تو و تو بر این شخص ها تنها میمانید. دیگر ها باشند با شما میمون بازی میکنن. بیدار شو سینان یلدیز، بیدار شو. نجیب این همه در خیالی توست. خیر میبینیم. دیره نگذاشته میبینیم که با چی کارها دست میزند و که ها محبس میشود. همه یک جای میبینیم. حتی این راه هم یک جای میبینیم که وقتی که محبسی میشوی، همه آن دوستان این نزدیکت که تو را لطکوب میکنن بعد میفهمیم. این راه هم میفهمیم. بس اکنون هر کجای خواهد میرویم. من بگناهم، کاری خطا ندارم، کارهایم قانونی است. یازی آقای سینان را دستگیر کنید. میرویم آقای سینان. مرحمت. رفتیم رفتیم. داد نهایت کارت را کردی دادا. دخترم من یکان کاری بد نکردم. چی کاری که کنی جزایش را در این زندگی میچشی. کاری من باشد اینها را دستگیر کرده به عدلیت تسلیم کردن است. اگر گناهی نداشته باشد پس مشکلی نیست. اگر داشته باشد پس نه من و نه تو یکان کاری کرده نمیتوان. انشالله که سخنهایتان راست میبراید، نباشد اصلا شما را نمیبخشم. یکان کاری نکردم که تو مرا ببخشی. خواهی ببخش نه خواهی نی. کمی دیگر من پسرم صبر کن. من لحظه انتظار نشم. این گونه فهمیدنی لیلا که ملکه می باشد بسیار بد شد. می دانم که ضد احساساتی تو رفتار کردم، اما تو هم باید مرا بفهمی، چون که با تو نمی توانستم بگویم که ملکه در قید حیات است. چهرهش رو جراحی کرده عوض کرد. چه باید می گفتم که از این پس با تو یک جا کار می کند و تو سخنی مرا به اعتراض قبول می کردی گیت. یا ملکه بودنی لیلا را به تو گفته تو را از دست می دادم.
یا اینکه این حقیقت را پنهان کرده همراهی هر دویتون یک جای کار میکردم. باید به یک قرار می آمدم. من خود را به خطر گذاشته این حقیقت را از تو پنهان کردم. حالا فهمیدم که این کار خطا بوده است. آقای مصر، نمیخوام که خطاهای پیشین باز تکرار یابند. راست میگویی، آدمی زاد خطا میکند. از تو عذر میخوام که ملکه بودن لیلا را از تو پنهان داشتم. یگیت، به تو احتیاج زیاد داریم. برای انتخابات 3 ماه دیگر مانده است. در یک مرحله وزنین قرار داریم. نباید اجازت دهیم که ایرکین کان دو عقیده مردم را ویران کرده انتخابات را به خاک یکسان کند. باید این روزها را برای جنجال‌های شخصی خودمون ترجیح ندهیم. اگر تا حال دلت برای این وطن بسوزد که من باوری دارم که می‌سوزد، کار را دراز نکن. در حال به سری وظیفت برگرد. همین که وطن آرام شد، تو می توانی با کسی که قصد داری گید قصدت رو بگیری. مالش آقای مصر، با لیلا ببخشید، من گفتنی بودم که با ملیکه به شرطی که همراه دیگر کار نکنیم. چه خیل می شود که یک کار رو می کنید و از یک دیگر مدد نمی خواهید؟ مالش، در یک جا می شویم، اما با هم در یک وظیفه همکاری نمی کنیم. یک جا کار کردنی شما به ما روح می بخشد. آقای مصر، من سخنم را گفتم. با تو دعوا نمی کنم. اینجا بازار ماشین فروشی نیست. یا گفته ای من می شود یا اینکه یکان چیز نمی شود. مایلش آقای مصر، چه کار باید کنم با من فهمونید؟ میدونیستم باید قرار می آییم. چالا که از چنین قرار پشایمان نخواهیم شد. همه امان. نجیب و آدم هایش در یک عملیات کردهشان بسیار حجت های مهمی رو به دست آوردن. در امنیت منتظری ما می باشن. زودتر باید اونجا رویم. خوب شد است آقای مصر. هیچ گپ نی، بعد میبینی که همش مثل پیشتر خوب میشود. بسیار میخواستم که من رو ببخشد. التجا میکنم به من کمک کنید. انشالله انشالله همش خوب میشود. غمگین نشو، کمی به اون مهلت بده. لیونت رو استینتاق میکنند. خبر کشی نکنه. نگران نشو، میمورد خبر نمیکنه. لیونت دستگیر شده از گفته از نقشه هایمون باز نمیگردیم. بازیگران رو ایواز میکنیم کایمینیک، اما از غالب شدن دست نمیکشیم. بسیار خوب قید کردید برانی بزرگ. وظیفه لیوینت رو بر دوش خودت گیر. دقت آدم های در قهوه خانه بوده را جلب کن. یک کاری کن که کوردها هم حمله کنند. خوب شد از جناب. من چیکار کنم برانی بزرگم؟ تو باشد تشکیلات چی دیگر طرف شو. به هر حال تو برادری پیشوای آنها به حساب می روی. تو را حرمت میکنند. با آنها فهمون که آخر تا کی از دست این ترکا عذاب و مشقت میکشید. اینها را که گفتی یک و یک بار همه آنها تیر و کمان به دست گرفته با کوچه ها میبرایند. روزنامه نگاران را فراموش نکن. در حال به مکان حادثه آمده مستقیم پخش کنند. میدونی کو پس کار دختر ادوکاتی که با تو سیتون ملاقات میکنه چی میشود؟ این کار را من حل میکنم. حالا میروم تا با اردو در این موضوع بخوری کنم. همه تان وظیفه هایتان را به نقص اجرا کنید. تا انتخابات وقتی کم مانده است، نمیخواهم که کمبودی پیدا شود. خطایی نکنید که اصلاح کردنش امکان ناپذیر باشد. آقای دادستان، آیا از پرس و پاس یکان نتیجه گرفتید؟ متاسفانه همه چیز را انکار کردند. وقتی که ارکه کندو تشکیل شد، اول به وجدان انسانها دست گرفتند. خیلی فرض کردیم که تمام عمل دشمنهایشون را مباح میشمارند، اما آخر چخیلی که با آدمها همکاری میکنند، این عمل را با آنها هم روا میبینند. حجت های زیادی دسترس شدند. کامپیوترها، آیا از آنها یکان چیز روشن کردید آقای دادستان؟
یک حجت یافتیم که آیدی ساختار نوی میدیه بود در رمزش 2010 می باشد. در این ساختار نو زدخورد دانشجویان در دانشگاه ها، کتاب های تا انتخابات چاپ شده، مقاله های نوشته شده، روی خط حزب های وکیلانی در مجلس بوده که علیه آنها مقاومت میکنند می باشد. آخر عاطف همینجاست، او حتما یکون چیز می یابد. ما فکر من سینو نمی داند که او را فریب میکنند، یعنی او نمی داند که از او تا این درجه استفاده میکنند. برای پول و درآمد با آنها هم کاری میکند، اما از اصلی کار بیخبر میباشد. از دیسک ها، نوت بوک ها یکان چیز معلوم شد؟ علیه انتخاباتی که 12 ایول برپا میگردد نقشه های بسیار هم مخفی کشیدند. از نام هر یک حیز روی خط آدم های ایرکین کاندو را معین کردند. مردم گمان دارند که 3 نفری نامزد ها ملتچی حقیقی کورد میباشند، اما در اصل آنها شریکان اصلی ایرکین کاندو بوده، احتمال از وکیلان مجلس می شود. خودشان را دیندار نشان داده، اما در اصل با شریکان ایرکین کاندو بوده، کوشش دارند خود را نیز به این رویخط اضافه کرده ولی که ملت انتخاب کنند. وقتی که مجلس شده شد، اینها دو وظیفه دارند. یکم می خواهند که با وکیلان کورد بوده زد و خورد کرده مجلس را به میدان جنگ تبدیل بدهند. دویومش در مرحله ساختار سرقانون بین حزب ها مشکلی پیش آرد. از فرصت استفاده برده یا میگویند که دین را از دست میدیم، یا میگویند که وطن را پاره پاره کرده ایستادند. در نهایت از حزبشان استفاده دادن، در بین مردم تفریقه میاندازند. وقتی که آنها استفاده میدن، در همه جای آنها را مثل قهرمان ها پیشواز میگیرند و آنها را بالای سر میگردانند. در نزد تلویزیون ها آنها را چون شیرهای معرفی میکنند که وطن را نجات دادند. همین طریق با باقی مانده های حزبشان گوشرس میکنند که با سرقانون نو آواره نشوید. یعنی چیدی که فهمیدیم این مراتبه ایرکین کاندو میخواهد که با آدم های خودش به مجلس دخالت کند. کار کردنت رو میدونی، باید خوب با دقت شوی. نگران نباش، حل میکنم. من میروم، هر دویمون رو یک جا باید نبینند. خیر، مایلش برای کار. مایلش تو بوزید. میبخشید یک دقیقه، من اتاق آقای دوتستون رو میجویم. ببخشید، من کاری بسیار مهم دارم. میبخشید یک دقیقه. نبای خانم، اتاق دوتستون زکی یحیی در کجاست؟ در بلو، اما او حالا در مجلس می باشد. تشکر. سلامت باشی. این کار را انشالله دیده می برایی. البته انشالله. این آدم ها انتخابات را برای خودشان مسئله حیاتی می حسابند. آنها فکر دارند که اگر این دولت دموکراتی شود، تمام تشبوس ها از دستشان می رود. از این رو آمادند که همه کار نامفهوم را انجام دهند. احتیاط شدن ما در کار. بی پروا نشده کار را جدی پیش بردن لازم. آقای دوستان، با گمانم که عاطف گفتنی های دارم. آقای عاطف، تو را گوش میکنیم. جناب، کامپیوتری شکسته را سنجیدم جناب. از دیسکی داخلش حجت های بسیار هم مهمی برآمد. سر و سیمه نشم عاطف، آروم باش. طبق یک حجت رمزدار، امشب ایرکین کاندو یک عملیات خونی را در نقشه دارد. در کجا عاطف؟ در حال باید عمل کنیم، نگذاریم که خون بیگناهان ریخته شود. نه خود کی؟ متاسفانه تا حال جایش را روشن نکردم، اما طبق نقشه گروهی ملتگرایان را با اقوا و دسیسه به طرف خیابانهای استقامتی کردها میبرند جناب. آقای خیری، اینها را تقسیم کنید. خودش چی که پاست؟ آقای خیری، زودتر، وقتمان تنگ از کار زیاد. فهمم، سردارم، باید چاره اندیشیم. کاری کرده باید لیوین را به گپ درآریم سردارم. نموشا دیر نکرده از پای کار میشویم. با اجازتتون. یگیت، خوشحالم که باز همراه هم کاری میکنیم. علیه این نامردها چقدر شما را تنها گذارم سردارم. میبخشید، اتاق آقای دوتستون زکی یحیی رو میکوبم، با من نشان نمیدهید؟ نشان میدادیم، اما خانم، او حالا در یک جلسه بسیار مهمه میباشد. با من هم واخوردنش بسیار مهم است.
خانم شما بر وقت آمده اید. آقای زکی به شما خبر داده باشد در وقتش وام می‌خورد. او حالا در مجلس می باشد. انتظار شوید. باز فلاکت، باز فلاکت. یگان خبری خوش نیست؟ نگران نباشید، اونها سخن می کنند. کم تر پس پینور بازدکی یهی آبا می خورد. باید به ما رسمای خوب دهد. دادستان را در تمام دنیا شرمنده کرده. او را باید بیکار کنیم. وقتی که این کار را کردیم، باقی مانده کار مثل بندی جوراب کشاده می شود. می دانید که آیدی این کار بسیار با مهارت می باشد. نگران نباشید. سلامت باشید. سلام آرزو خانم. آیا تو مرا همیشه همین گونه می ترسانی؟ آمدم تا اینکه گناهی دیروز بودم رو ببخشی، اما اگر خواهی می رو. نه نه نرف. لیکن دانسته گیر که این گفتت به آسانی خاتمه نمی یابد. هر چیزی که باشد حل میکنه. گوش کن برادر، گپ را دراز نمی کنی. من به تو سوال می دهم، تو باشی مرا خسته نکرده جواب می دی. چقدر که ما مونده شیم، تو هم همونقدر مونده می شیم. برای ما نه، اقلا برای خودت راه درست را انتخاب کن. به سوال های ما جواب ده. عملیات امشب در نقشه بوده را در کجا میگذرانید؟ چه خیلی عملیات؟ من یگان چیز خبر ندارم. چه خیلی خبر نداری ابله؟ آخر نقشه این عملیات ها از کامپیوتری تو برآمدند. عملیات را تو سرداری کرده بودی. قواه های سیار را تو تشکیل میکردی. من این خیلی چیزها را نمیدانم، نمیفهمم. رفته از دیگر جای ها گناهکار را کوبید. یعنی که آخرین سخن تو همین است؟ یعنی که تو ما را برای شکنجه مجبور میکنی؟ مرا با این سخنهایتون ترسانده نمیتونید. گبزم برات قبیهی وزشتی دیروز کرده ات رو چخیل ببخشم. اولا از تو عذر میخواهم. حادثه هایی که از سرم گذشته است عصب هایم رو خراب کرده است. بعضی وقتا همه چیز از نظرم گم میشود. همین طریق حادثه در ساحل بوده نیست همین وقت را سامد. آیا یگون دردی دوا نشونده داری؟ داروهای برای آرام شدن دارم. اگر اونها رو استعمال نکنم عقلم از سرم رفته باز می آید. شب ها مثل دهشت و سیاهی مرا فرا می گیرد. این چگونه دارو بود؟ برای همین این سبیل با عقل گم کرده گم فایده دارد. می خواهم که سرم رو با دیوار زنم. چشمونم یکون چیز رو نمی بیند. همون زمان خود رو داشتنم می توانم. در ظاهر هم همین که شد. نباشد حسیاتی من بر تو دیگر گونه می باشد. یعنی چه خیل نسبتی من چگونه حسیات داری؟ با تو همینش رو می گویم که تو بر این دختری زیبا رو یافت نمی شود مردی که عاشق نشود. نباشد با من عاشق شده ای. کجایت درد می کند؟ کنی گبزن؟ همین جایت؟ بله. دردم کمی گذشت. چه خیل دستانی ملایم داشتی. در حقیقت هم دستانت فایده کرد. من هم به تو یک خوبی کنم. چه خیل خوبی؟ آن جسده که در ماشین دست کو. خیر باو چی شده است؟ پیش از نابود کردنی آن جسد از پای انگشتهایش که بودنش را جستجو کرده یافتیم. کی بودنش رو فهمیدی؟ البته. پس کی بوده است؟ آدمی ما بوده است. پیش از دستگیریش دست به یک چند عملهای زیش زده است. مثلا؟ مثلا
ماشین نجیب سردار رو ترک کنیده است. چی؟ سبب مرگ زنی او شده است. با تو چی شد؟ با من گوش کن شرکم، تو حالا هم گپ زدن نمیخواهی؟ چی شد؟ خسته شدید؟ ما کای ها باز از پس ارکن کندو گشتن خسته شدیم، عادت کردیم. سردارم، بسیار شوخی با منطق بود، اما این بی شوخی بیهوش می شود. بینه سردارم دست و پایش با لرزه در آمد. هوشیار باش، باز تر نکنی. این رو باهی نمی ترسیدگی را بینید، از ترس بیهوش شد سردارم. حالا شکر میکنیم مرده بر این شد؟ نمیدانم سردارم، یکان فکری باید کرد. این عملیات در کجا میشود؟ در کجا؟ باید این رو فهمیم. یکیت چی شد به تو گبزن؟ او شخصی که جسد رو به ماشینی من مونده است ممکن که آگاه کرده است. چرا به ماشینی تو موندند؟ آیا تو آیدی مرگ زنی نجیب سردار یکان علاقه داری؟ در اون حدیثه اون آدم را استفاده بردم. یعنی تو فرمان داده بودی که به ماشین نجیب سردار بمب را بگذارند؟ بله، لکن ما نمیخواستیم که زنی او رو بکشیم. هدف ما نجیب سردار بود، اما اول زنی او به ماشین سوار شد. معلوم میشود که این کار کاری توست. من فرمانی داده شده را اجرا کردم. بمب را اون آدمی کشته شده ماند. نباشد اون شخص کاری کرده تو را میداند، حالا تو را تهدید کرده ایستاده است. من حالا چیکار کنم؟ نه ترس، من هستم، به تو یک محافظ میدهم. 24 ساعت از نظر دور نمی شود. اگر لازم شود من خودم تو رو محافظت میکنم. در حقیقت این کارو میکنی؟ برای تو میکنم. شاید نجیب سردار داند که بمب رو من موندم. ممکن که این کاری او باشد. اینش رو نمیدانم. آیا موی سفیدت میداند که دخترش رو تو کشته ای؟ اگر داند با من زندگی میکند؟ نمیداند؟ نمیدونم. من حالا چی کار کنم؟ گفتم که نترس، اکنون من هستم. آیا مرا محافظت میکنی؟ محافظتت میکنم. فهما، این خیر ما با یکان نتیجه موفق نمی شویم. چی شد؟ او را بگب در آوردید؟ متاسفانه نه جناب، از ترس بیهوش شد. اگر مثل ارکن کندو فکر کنیم، اگر شما می شدید چی کار می کردید؟ یعنی چی خیر؟ یعنی که آنها یکان جای را به اغوا می درارند، یگان جایی رو که برای زد و خورد کوردها و ترک ها مناسب باشد. با فکر من همین خیل است. بعد از زد و خورد قهوه خانه خلق در خلق بودن خود را احساس میکنه. بله بله، با اغوا و دسیسه گمراه کردن آدمان برای این بشرفان چیزی نیست. آفرین لیلا. آفرین لیلا، از عاطف هم گذشتی. او هم کار خودش رو بخوبی کرد. البته همه باید با دل و جان وظیفه‌شان را اجرا کنند. هممون باید کمبودی های یک دیگر همون را اصلاح کنیم. همین طور نیگید؟ راست میگوید آقای مصر. کنی رفیق خان، سفستگوی ها بس است. همه چی کار کردنش را میداند. از پای کار شوید. من باید برامده با ادوکت های پرونده ها واخوری گذارانم. مایلش. آقای زکی، یک دقیقه. گوش میکنم. من ادوکت بیوک پینور، ادوکتی آقای لوین میباشم. من هم منتظری شما بودم، اما نامی دیگر ادوکت را گرفته بوده. ادوکتی او منم، وکالتنامم در دستم. مرحمت به اتاق من بذارید. مایلش، این شخص از شعبه حقوق یاردمچی من است. همراهی ما دارید، ممکن است؟
اگر وکالت نامه دانش با حقوق باشد میتواند که او هم درآید. آدم هایی که از کوهستان فرامده جرأت باغبان ها را پیش کردن دارند، پیش راه ما را نیز میگیرند و درون خانه های من در آمده آدمان ما را به قتل میرسانند. چی در مقابل آنها نشسته خاموش استیم؟ باید چیکار کنیم؟ پیش راه این خائنان را نمیگیریم. آیا قصاص شهیدان را از این قاتلان نمیستانیم؟ البته که میستانیم. انتقام شهیدان را میگیریم. مرحمت، شما را گوش میکنم. به من چی سوال داشتید؟ میدونید من آیدی موضوع یک قطر حجت ها را پیدا کردم. غرص حجت های شما اگر راضی باشد بایگان طرف خانه رفته به حضور صحبت میکردیم. چکر خورا خانم، کارم از موی سرم زیاد است. هر حجتی که دارید به محکمه پیشنهاد کنید. راست میگوید، باید به محکمه پیشنهاد کنم. اما گفتم که شما هم با خبر باشید. طبق خواست شما حجت ها را آماده کنم. من وقت ندارم که با این کارها مشغول شوم. من با حجت و دلیل هایی در دستم بوده اتهامی خودم را می نویسم. باقی کار را محکمه حل می کند. و خروی تمام. حالا سخنم را به اتمام نرساندم. بسیار خوب، اما از کی قصد می گیریم؟ کی بودنی اونها را نمی دونیم. تو غمش را نخور. من جواب تمام سوال ها را دارم. من شب ها سرم را در بارش مانده نمی توانم. همیشه در پیش چشمم برادران شهیدم می آید. برای همین کفته کی بودن آنها را یافتم. حالا گوش کنید، همش را به شما می فهمانم. اگر خواهید خودتون رفته قصاص گیرید یا ترسیده شینید، من خودم تنها رفته از آنها قصاص بستانم. اگر مکانی این خائنان را بدانی به ما بگو. انتقام شهیدانمان را می گیریم، به کسی نمی گذاریم. غمش را نخور. چه خیلی که گفته بودم، تمام سراغ قاتلان شهیدها در من هست. همه‌اش در همین نزدیکی‌ها زندگی میکنند. این خائن‌ها کی‌هایند؟ از این محله میباشند. خائنانی که هر روز با آنها صحبت کرده سلام میکردیم و فرزندان آنها. همه‌شان تروریستند. خانه‌هایشان را یک یک معاین کردم. انا بینید، با گمانم از این حجت‌ها بی‌خبرید. چیکار میکنید؟ گپ‌را زیاد نکنید. حجت را دراز کنید. نامتان چی بود؟ پینور. پینور بیوک. خانم پینور، اگر جدی سخن کنید شما را گوش میکنم. نباشد این واقعه در اینجا خاتمه مییابد. التماس برایید. خیر، مایلش مایلش. شما به همه سخنها جوابی قبیح میدهید. اکنون به موضوع میگذاریم. آیدی آقای سینو، به شما یک چند سوالهای داشتم. انا صحیفه سیوم، نظر کنید، دیدید اینها زیر تهمت ها اینجا بوده می باشند؟ کدام سرلوحه نشان دید؟ در سیوم سرلوحه. این چی کارتان؟ زود از اینجا روید. پای افزولم پاشینه بلند دارد. از همین حساب عذر می خواهم. التماس برایت. برایت می گویم، من نیت شما رو فهمیدم. شما چی ها می گوید جناب؟ چی گپ خودش؟ با شما یک نامه را نشان داده بودم. خطا کرده پایم لغزه با آغوش شما افتیدم. یگان گب نیست. من این نیرنگ ها را نقص می دانم. گب را دراز نکنید و بیرون برید. را گردید بچه ها، رفته از این نامرد حسابات بپرسیم. ایستید ایستید نکنید. منتظر شب شوید. در تاریکی کار را حل میکنیم. فدایان وطن هم با ما همراه می شوند. قصاص شهیدان را از آن به شرفان حتما می گیریم. آنها از این شرف به نصیب نگردند. همه میرند، وطن پرم نمیشود. اینقدر دغل بودن شما رو نمیدونستم. اکنون فهمیدید. سلامت باشید. بناور گرفتی؟ همش رو. زودتر از اینجا میرویم. Thank you.
باچه جان اینجا بیاید. رشرو پسرم در اینجا چکار میکنی؟ یک آدم دارم رو بران خط کشی. یا خدایا چرا این شروع کرده باشد؟ انشالله که بخیر است. کنی گیرید 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 برادران گیرد. اینجا یرخوی اصلی ما میباشد. جنگ آزادی رو فکر کنید. گیرید بچه ها. دشمنان همیشه یراق داشتن اما باباهای ما چوب و سنگ. یا ناسم الله نترسیدن. بله نگریختن. شهید شدن. یردار شدن دو. لیکن دشمنان رو نیست کردن. حالا باشد نوبتی ماست. از اطراف من دشمنان خود رو باید نابود سازیم. ننگ برداری اجدادان گذشته همون باشه. کردهای خواهی رو از اینجا پیش میکنیم. بجان دیل قصاص شهیدان همون رو میگیریم. میگیریم شهیدان نمیدن. این کاری خطاش برادر باید پیش روش رو گرفت. پس چی کار کنیم؟ آخر ببین آدم ها از حد گذاروندن. آخر این رو بیم؟ نزدی دامنای خودم اگر او سخن کنند شاید او را گوش کنند. بسیار خوب میشود. وطن بورم نمیشود. خوش ما پیش میرمیم زودتر. آها کیمینی کمد حاضر همش رو میفهمیم. درود به برادرانی کردهای بیچاره و ناچاری من. اینجا چی کار میکنید؟ چای منوشیم یا تامشین؟ ای برادران مگر حالا وقت چای نوشی است؟ یکان کاربار نداریم چیکار کنیم؟ به خانه هایتان رفته زن و فرزنده هایتان را صاحبی کنید. شراب فشیستان به درهای خانه شما خط میکشند. چی خیلی خبر نداریم؟ شاره میکنند شما در اینجا بیکار میشینید. آنها باشند همه شما را به خاک یکسان میکنند. اکه تو چی ها میگویی؟ میگویم که خانه و ناموستان را صاحبی کنید. زن و فرزنده هایتان را صاحبی کنید. به فشیستان رحم نکنید. آیا شما را این آدم ها از جای استقامتیتان از منزل هایتان پیش نکردن؟ درست میبینید. مگر به شما در اینجا جای کار میدیم؟ گفی که درست است. بله آنها را نیست کردن لازم. کارشان تمام شد؟ به شما احتیاج ندارن؟ حالا باشد باز شما را پیش میکنن. حق را میگوید. حق است. هوشیار شوید. به دستتان سلاح گیرید. با این فاشیستان راه ندید. نگذارید که با شما چنین رفتار کنند. درست درست درست. شما اینجا شیشته اید آنها عمل دارند. اگر این آدم راست میگوید. نمیدونم. من دوست شما میباشم. 40 سال میشود که همراه شما. سخنهای خوب میگوید برادران. پیشوای شما را آگاهی کرده حمله دولت عرب بوده را من خبر نداده بودم. درست درست. او را از مرگ خلاص نکردم. حالا باشد جان شما را خلاص میکنم. این آدم حق است. با کردن سلطان سلطان رفتن بچه ها. شهیدان نمی میرن. شهیدان نمی میرن. وطن پران نمی شود. وطن پران نمی شود. شهیدان نمی میرن. شهیدان نمی میرن. وطن پران نمی شود. این ها از کجا برمید؟ چیکار خبر داشتید؟ رفیقان همه من پیپ دست رو گیرد. وطن پران نمی شود. وطن پران نمی شود. با دقت شوید. رفیقان من شما رو می فهمم. می خواهید که انتقام شهیدان رو گیرید اما باید قاتلان رو یافته از روی قانون به عدلیت تسلیم کنید. کردها هم مردم این سرزمین می باشند. با یک دیگر برادر باشیم. برادر با برادر از گل یک دیگر باید نگیرد. بلکه سخن کرده حل مسئله را بیابد. التباس با اخوای و فریب دیگران نفتید. آن شخصانی که آنها را کشتن می خواهید به قهوه خانه التباسی ندارند. برادران دوام دهید. نترسید نترسید. ما پای خود را محافظت کرده توانیم. دادا ادر زودتر به خونه روید. چی شد پسرم؟ بدل خونه ما نشانم گذاشتن. پلیس ها آمدن. زودتر باشید. نترسید. یا کردر برادران خواه و درم آن را ساهیلی کنیم. های سلامت باشید دوملو محمود. با شما شبی خوش دوملو محمود. با شما هم شبی خوش. دوملو محمود اما که صبری از نمازی خفتن دیر مانده گفته تلاش داری چی؟ بله اما فلاکتی اساسی دیگر است. دوملو مردم با پا خستن همه با اقوا آمده است. برای انتقامی حمله روزی گذشته به خانه کردها حمله میکنه. خدایم
در حال به پلیس خبر دهید. مایلش به پلیس خبر میدهیم، اما تا آمدن آنها شما یک سخن کنید. تو را دوست میدارند، حرمت میکنند، به یکان خطاگیر ها نداده پیش رای آنها را گرفته مانعی آنها شوید. نباشد، در حال رویم. خدایا تو مرا مدد کن یا رب. رفتیم. راهی ما را نگیرید، ما خون شهیدان همون را در زمین نمیگذاریم. موت ها را پشتیبانی نکنید. شهیدان نمیمیرند، وطن پاره نمیشود. شهیدان نمیمیرند، وطن پاره نمیشود. برادران، برادران آرام باشید، خواهش میکنم. برادران آرام شوید، یک دقیقه تمام گوش کنید. برادران، سرداران عینن مثل گفتهاتان، هدف آنها با اقوام و دسیسه گمراه کردن آدمان است. اینها همان قاتلان هستند که آدم های ما را، برادران ما را به شهادت رساندند. ما آن قاتلان را یافتیم، خونبه های شهیدان را نیز گرفتیم. انا بینید و این رسم ها نگاه کنید. چی کار میکنیم؟ گرد و اطراف همون را پولیس های احاطه کردند. همه را با پا خیزانید. شما کمی ایوا اندازید، با تش خودش زیاد میشود. خون یکدیگر را نریزانید. امشب شاید میمورم، اما از راه همون بر نمیگردیم. شهیدان نمیمورم، وطن پورا نمیشود. نمیمیرم، وطن پورا نمیشود. شهیدان نمیمیرم، وطن پورا نمیشود. رفیق خوب ایسته برادران، این کار رو نکنه. خواهش میکنم. گوش کنید برادران، صبر کنید، صبر کنید. بس کنید برادران، بس کنید. شما چیکار میکنید؟ آخرین کارتون چیه؟ بس کنید برادران. زودتر داملو، من خسته شدم، تو زودتر نبود. قربانی تو شما، پیش روی اونها رو گیر. مهلا شما تو کمه استراحت، انشالله که خداوند مشکلی ما رو آسان میکنه. بچه ها رو آم باشه، گرفت این دیگر آم باشه. ایسته اگر دور باشی یکید آتش را خاموش کن. زودتر شو یکید. حمیدم سردارم، من هم با شما میرم. باید دور را دستگیر کنید. بس کنید آخیر. نکنید این کار را، پراکنده شاید بهتر است. یکید، من از این طرف میروم. مایل سردارم، ما از این طرف میرویم. رفیقان ایسته، این کار را نکنه. خونی برادران را نریزانه. گرفته این دیگر آنها چمه. پس کنید ببین. جوزم دیگرم جوزم دیگرم من گفتم نزدیک نشم ایسته. من امام اینجا می باشم. با دقت باش داملان، با شما را زده نکشم. وقت تمام که رسید ما هم می رویم. از این خواتر نیسته. مایلش بیم. ها شما نبیم این کار را نکنه. دستت رو ده. نکنید این کار را. بیا ایسته. آرام شوید برادران. بس کنید. آرام شوید. بس کنید. بس کنید. رفیقان، رفیقان، برادران، مرا گوش کنید. منم محمود دامولا. برادرانم، دوستانم، بنده های دوستدار یا الله، این چه حال است؟ چی قصاص نمیگیریم؟ مگر از این قاتلان حساب نمیپرسید؟ حساب را شما نه، قانون میپرسد. شخصی که در یک صف راست ایستاده نماز میخواند، طاعت و عبادت میکند، روی به یک قبله میگرداند، یک خدا را باور میکند، یک پیغمبر را پیروی میکند، نباید با یک دیگر دشمنی کند. شما نباید دشمنی یک دیگر باشید. اگر شما دشمنی یک دیگر شوید، پس دشمنی جانیتان شیطان را خوشنود خواهد کرد. کنی بیا لطاس، کنی به طرف مرگ بیا.
هرگز آوازت را نبرار. سلاحت را بمانده به این طرف گذار. من با این حسابات مخصوص دارم. تو کیستی؟ هیچ کس. آخرین آدمان افسرانی ما را تیرباران کردن. خطا میکنید برادرانم، اونها همسایه های شما میباشند، دوستان شما هستند. هر سحر چهره یک دیگر را میبینید، سلام میدید، از یک دیگر احوال پرسی میکنید، از دستتان که بیاید به درد و غم یک دیگر آواره میشوید. آنها برادران شما را شهید نکردند. آنها بین ترکان و کردان جنگ می اندازند، یعنی آنها انسان هایی که در این وطن زندگی می کنند، بر آنها دشمنی می ورزند، ترس الله را نمی دانند. این جنایت ها را شخصان صادر کردند که دین و دیانت را نمی دانند. حالا بگویید، آیا گناه این گونه انسان را به دوش مردم بیگناه زدن از روی انصاف می باشد؟ خانه های آنها را اشغال کرده کودکان آنها را ترساندن؟ نخواد که انسانی با وجدان خدا ترس این کار را کند. ما خانه یکان کس را زیر هدف نگرفتیم، کودکان یکان کس را ترسانده ایم. پس چرا با آنها پیروی کردید؟ ای انسان ها، پس چرا با گردی همایه اومدید؟ ای برادرانم، التماس میکنم بکین و نفرت به ملت چگی راه ندهید. آخر همه ما مسلمان میباشیم، همه امان از سلاله حضرت آدم میباشیم، انسانیم، برادریم. پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته است که دین برادری می باشد. هزار سال هاست که در این سرزمین همچون برادر بر این می باشیم. آیا این کینه و عداوت به ما چی فایده دارد برادرانم؟ کنی تو اینجا بیا، تو هم بیا، گوش کن، نام تو محمد است. بله. از تو هم. بله. از من هم محمد، هم نام پیغمبرمون می باشه. ما سیبی با یک دیگر جنگ کنی را نه، بلکه باید یک دیگر را دوست داریم. قربانی شما شوم، التماس میکنم بین خودتان فتنه نندازید. شخصانی که بین شما فتنه می اندازن با آنها هم راه ندهید. یک کار کنید که آتش فتنه را به کلی خاموش کنید. هوس های آدمی بد در حلق خودش درماند. کنی از برای خدا یک دیگر را با آغوش گیرید. مؤمن برادر امین گوش کن. من فرمان دادم در ماشین بمبارو من موندم. هدف نجیب سردار بود، اول زنش با ماشین سوار شد، جای نجیب زنش مرد. نشونو به نجیب سردار که سخن کرده استاده است. قاتل زنم. قاتل زنت مدت در آزورو میچستیم؟ آیا این صدا رو شنخته؟ نه شیطان، آرزو هست. آرزو خود خودش. از من یای همین قدر باقی کار رو تو خلق کن. بسیار خوب، اما تو کیستی؟ چرا با من این خوبی رو میکنی؟ من از کجا دانم که این گفته های تو راست میباشد یا اینکه نه؟ با اینش کاردار نشو نجیب سردار. پالیس تو هستی؟ اینش را تو یاب. از جوهد نجو مبلغ. دستت رو بردار. یکیت دو عاشق شیدان رو یک جا میبینم. دو عاشق شیدان تو را به جهنم میفرستند. و تاس
سلاحات را پرتا. و دوزد تنهانه می روم. شما را هم با خود می برم. نفهمیدی سلاحات را پرتا. دیوانگی نکن وطاس. مغزی سرت را پاش می دهم نامرد. میخوایی به هندوستان سفر کنی؟ ما با شما امتیاز میدهیم. پولی کلان لازم نیست. سیر و سیاحت شما رو رستم نور به دوش میگیرد. هر کی پیش آمد برد کرد. زیبایی و جذابیت کشور هندوستان در آلبوم ترانه های جدید رستم نور با نام از هالیوود تا بالیوود. بگیرو سفر کن جانب خانه و بی‌مانور و بی‌خرج زیادتی راحت کن. آلبوم نوی ترانه های رستم نور با نام از هالیوود تا بالیوود در تمام نقطه های فروش مواد اودیو و ویدیویی روزهای نزدیک. تلفن برای معلومات 905 55 44 11. فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پر مجاری یک جوانی دیهاتی، تپیش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندو. ارزنده ترین را در فیلمی مهراب. Хочется сладкого? Лакомка от фабрики Ада – это то, что нужно. Вафельный сюрприз и шоколадное удовольствие. А теперь еще и лакомка мини – маленький праздник каждый день. Лакомка вафли в шоколадной глазури от фабрики Ада – самое сладкое удовольствие. Идиш, як дарьохо, ва як сарахока, а сана долхорохо, фабали босою шумотило мироша. Шейх, дар поки закиешка вниз, гурчини на катой глаз. Бафи, انتخاب زیاد است و دفت نازو پافی انتخابی انیق است و درست. این اونتن رو خوکه همچنین محصولات و این مایه نیست دار.